خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. خیلی خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جیهان آرا. وزارت گردشگری و محیط زیست قبرس شمالی اعلام کرد که اجرای عملیات 4 مرحله مرمت و بازسازی بندر باستانی گیرنه، بنای تاریخی گمرک و دیوارهای داخلی بندر آغاز شده. فاز اول این پروژه تقریبا 5 ماه طول میکشه و 1,800,000 لیر هم هزینه خواهد داشت. فائز توجغلو، نخست وزیر قبرس شمالی، گفته کسری بودجه جدی وجود داره و پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان در آن بی‌تأثیر نیست. به دلیل وقوع همه‌گیری امکان اخذ مناسب مالیات وجود نداشته و گردشگری هم سهمی در کسب درآمد نداشته. بخش قابل توجهی از درآمدها از حضور دانشجوها تأمین میشه. با حضور در سفارت ترکیه، کسری بودجه 1,540,000 لیری کشور رو به اطلاع مقامات ترکیه رسوندیم و اطمینان داریم که ترکیه در رفع این مشکل قبرس شمالی رو تنها نخواهد گذاشت. بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان آمار قبرس شمالی، در ماه آگوست 2021 بدون احتساب افزایش قیمت‌های اخیر، خصوصا قیمت سوخت، هزینه زندگی در قبرس شمالی نسبت به جولای 2021 به میزان 2.54% و نسبت به آگوست 2020 به میزان 20% گرون‌تر شده. قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیر الکلی در ماه آگوست سال جاری نسبت به ماه قبل 6.96 و نسبت به آگوست سال قبل 30% افزایش پیدا کرده. قیمت هتل‌ها و رستوران‌ها هم نسبت به جولای سال 2021 به میزان 12% افزایش یافته و هزینه حمل و نقل هم نزدیک به 40% افزایش پیدا کرده. و بعد از افزایش قیمت نون و دخانیات، ظاهراً این بار نوبت افزایش قیمت آب هست. گفته میشه قیمت بطری‌های بزرگ آب آشامیدنی 10% و بطری‌های کوچیک 25% افزایش پیدا میکنه. بیمار 89 ساله مبتلا به کرونا که از 19 اکتبر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان اورژانس لفکوشا بستری بود، درگذشت و بدین ترتیب تعداد کل جان باختگان بر اثر کرونا در قبرس شمالی به 92 نفر رسید. طوفان امروز توی قبرس شمالی موجب بروز اختلال در پروازها شد. به همین دلیل پروازهای استانبول ارجان و آدانا به ارجان مجبور به فرود در شهر آنتالیا شدند. دکتر علی پیلی، وزیر بهداشت قبرس شمالی، گفته تا زمانی که شرایط همه‌گیری در جهان دچار اتفاقی منفی و مهم نشه، تعطیلی در کار نخواهد بود. مهمترین استراتژی ما واکسیناسیون حداکثری و در کنار اون ایجاد شرایط بهداشتی ایدال در بخش‌های گردشگری، آموزش عالی و اقتصاد هست. 7,948 نفر آمار مبتلایان جدید کرونا در ایران و متاسفانه 135 نفر جون خودشون را از دست دادن. و حرف آخر این که لایحه دوفوریتی حذف ارز 4200 تومانی به مجلس رفت. خودش به تنهایی بیشتر از کل طرح هدفمندی یارانه ها حرف داره. خیلی ممنون از شما عزیزان که همراهمون هستید. تا دیداری دوباره، شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم. دلتون شاد، لبتون خندون.